با درود بر شما هموطنان گرامی و بزرگوار، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است، 26 شهریور 1393 و 17 سپتامبر 2014. این ذی‌قعده اجازه بفرمایید که عرض نکنیم خدمتتون، نفرت غریبی دارم بنده مخلص، این شهروند ایرانی، از این مصطلحات و این لغات و این جور چیزها. باری در روزهای چهارشنبه وقت کم است و ما در واقع پرداخته ایم به شاهنامه فردوسی. فراموش نکنیم آقا، بایستی یک نسیمی از بزرگی و بزرگواری و گردن فرازی و ایران دوستی و انسان دوستی و شجاعت، دلاوری و بزرگواری بایستی بوزد و این از بوستان فردوسی است که میوزد. این است که ما تکیه داریم بر این شاهنامه و به قصدی و به عمدی این کتاب رو خدمت شما میخوانیم. باری و چند روزی هم هست از سرودهای زرتشت بزرگ، پیامبر بزرگ ایران، کسی که در پرتو اندیشه او تمدن‌های بزرگ هخامنشی و دیگر تمدن‌ها در ایران به وجود آمد و همطور که عرض کردم بر کل جهان و فلسفه غرب تأثیر عمیق بر جای گذاشت. شما اگر از یک فیلسوف آمریکایی نمیدونم انگلیسی بپرسید آقا علل اطلاق بزرگترین فیلسوف تاریخ کیست، خواهد گفت افلاطون. تا جایی که یکی از فیلسوفان غرب گفت بعد از افلاطون اون چه فلسفه گفته شده است حاشیه نویسی افلاطون بوده است و این افلاطون اندیشه اون چه در غرب ابجکتیو آیدئالیسم گفته می شود رو از زرتشت بزرگ ما گرفته است. بله، به عنوان یک فیلسوف بزرگ، انسان دوست بزرگ و یک شخصیت جهانی تاریخی، زرتشت بزرگ و در واقع تأثیر بر آیین یهود، تأثیر بر آیین مسیح، اینها مایه گرفته از اندیشه های اصیل زرتشت هستند. انجیل رو باز نکردند، دو کلمه از این، سه کلمه از او پاتی پاتی بکنن با فرهنگ عرب و یه شمشیر یا یه داستان یا این بدبختی رو به روز دنیا بیاورن. 1400 سال از جهان در جهالت بابت این داستان ها که میدانید و من لازم نیست تکرار کنم فرو رفته و خدا میداند تا که این جهالت محجوریت آورد. آقا این اسلام محجور کرد مردم رو. محجور یعنی آدمی که باید یه قیم بگیرن این کارا چه اداره کنه. عقل رو برد، عقل و خرد رو برد، تکیه به نفس و تکیه به ذات رو از ذهن انسانی دور کرد. ما همه شدیم اینها عرض کنم که انا لله و انا الیه راجعون، هر شد که ما شدیم آلت دست الله موهوم، با اون حرفا و اون تعلیمات غیر انسانی و اون چیزای خشن و اون عقب افتادگی به معنی اخص کلمه و اینها. واقعا وقتی انسان نگاه میکنه به سرودهای زرتشت و مقایسه میکنه، اون موقع معلوم میشه بعد داستان چه خبر است. بعد از خواندن گاتاها در واقع ما اینجا خدمت شما قرآن شریف رو میآوریم و با لحن همون عربی که میخوانند به آواز میگذاریم و معانیش رو خدمتون عرض میکنیم که چه هست و چه نیست. اجازه فرمایید که ما اینجا سرود 32 بند 8 از گاتهای زرتشت رو برای شما بخونم. میگوید ای دانا، وظایف مرا بر من آشکار ساز، تا در پرتو اندیشه نیک اونها را انجام دهم و نیایش و ستایش خدایی چون تو را از راه راستی و درستی به جای آورم و نیز تازگی را برای جاودانی و توانایی را
برای رسایی ارزانی دار. به به. و در موضوع خداشناسی داشتم یک کتابی میخوندم سالها پیش که دانشگاه میرفتیم اینجا. ما بیشتر اوقات ما البته در این کتابخونه مهندسی میگذشت، به محض که وقت پیدا میشد راجع میشدیم به کتابخانه بزرگ دانشگاه که خیلی هم عظیم بود از نظر داشتن کتابهای مذهبی در باب زرتشت مطالب میخواندیم. و در اونجا آمده بود که برداشت زرتشت از خدا که در واقع جانمایه خرد است، جان و خرد، روشنفکرانه ترین برداشت ها و تعبیرها از وجود خداوند است در میان همه این سخنانی که به پیغمبران منسوب می دارند. خداوند جان و خرد، فردوسی هم کتاب عظیم خود رو با این اساره فکری اوستا آغاز کرده است، دانسته این کار را این حکیم بزرگ کرده است. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. این ریشه در اوستا دارد و اون می دانسته چه می کنه. فردوسی کبیر. باری ما این گاتها رو کنار میذاریم و میایم خدمت شما. چیزهای جالبی است. یک ادیب اعلام کرده است که در کشور دیگر ادیب پیدا نمی شود. برای شما می خوانم. جالب هست، ایران که محل ادب بوده است، سرچشمه ادب بوده است، ادبا و فضلای ایران در دنیا کم نظیر بودند، شعرای ایران در دنیا کم نظیر بودند، ملت ایران ملت شاعر بوده است. آقا شما نگاه کنید تعداد این شعرای ایران، من فکر میکنم اگر 10 شاعر در تمام جهان برگزینیم حتما 8 تاش ایرانی است. واری طوری شده است که ادیبی دیگه پیدا نمیشود تو این دانشگاه ها. یک مش آدم بی سواد مدعی، ببینید خودشان میگوید، سخن من نیست، کامل احمد نژاد میگوید کسانی با استفاده از روابط به عنوان استاد ادبیات در دانشگاه جای گرفتند که حقشان نبود و استادان با صلاحیت منزوی شدند. او همچنین اظهار میکند در حال حاضر به زحمت میتوان در کل دانشگاه های ایران 5 استاد ادبیات با صلاحیت پیدا کرد. این استاد پیشکسوت ادبیات در گفتگوی با ایسنا درباره وضعیت استادان ادبیات دانشگاه های ایران گفت در حال حاضر ادبیات در دانشگاه ها دوران فطرت را می گذراند. یکی از دلایل موضوع هم شاید برای همین موضوع بورسیه 3000 دانشجو برمی گردد، به این معنی که این وضعیت در سالهای گذشته هم در دانشگاه ها وجود داشته است و ما اگر بخواهیم علت ضعف استادان دانشگاه را جویا شویم باید از 35 سال قبل آغاز کنیم، زیرا بسیاری از استادان دانشگاه ها از جمله در رشته ادبیات با روابط و رویکردهای خاص درجه دکترا گرفته و در دانشگاه ها جای استادان را گرفتند. به همین خاطر الان در کل دانشگاه ایران در رشته ادبیات شاید به زحمت 5 استاد صاحب صلاحیت در رشته ادبیات وجود داشته باشند. احمد نژاد درباره اختلاف نظر دانشگاهیان حوزه ادبیات با کسانی که خارج از دانشگاه ادبیات را دنبال می‌کنند گفت اتفاقا استادان ادبیات دانشگاه ها در حال حاضر خود را خیلی نوجو و نوگرا معرفی می‌کنند، اما نه نوجو را نه نو را می شناسند و نه کهنه را، نه جدید را می فهمند و نه قدیم را. همین موضوع هم دلیل دیگری بر حاکم شدن ضعف بر ادبیات دانشگاه ها شده است. این مصحح و پژوهشگر ادبیات کلاسیک در ادامه اظهار کرد در حال حاضر در دانشگاه ها 1 نفر شبیه به زرین کوب، دکتر شهیدی، دکتر ندوشن که خوشبختانه در قید حیات هستند، دکتر اسلامی ندوشن،
دکتر خانلری و دکتر معین پیدا نمی کنید. تنها فردی که می تواند کمی به این نام ها نزدیک باشد دکتر شفیعی کدکنی است که او هم آنچنان آشفته است که مدت هاست کاری که آنچنان بهرمند باشد انجام نمی دهد و ما همچنان با شعر به کجا چنین شتابان او را می شناسیم. اتفاقا دکتر شفیعی بسیار بسیار پرکار است و کارهای بسیار بسیار مفید انجام داده است و هنوز هم تولید فکری دارد. اندکی در حق کدکنی بی‌انصافی شده است اینجا، چون ما در جریان کار و فعالیت های این بزرگمرد هستم. او با تأکید بر این که استادان فعلی ادبیات در حال حاضر خیلی دوست دارند خود را به نو نزدیک کنند، اما نه نو را میفهمند و نه کهنه را، افزود دکتر زرینکوب 6-7 زبان را به خوبی میدانست، اما استادان فعلی ادبیات فارسی تنها یک زبان و تنها فارسی را بلدند، که این را هم فکر نمی‌کنم درست بلد باشن. به همین دلایل است که در حال حاضر ادبیات در دانشگاه‌ها دوران خوب را سپری نمی‌کند و در حد اعلای آن چیزی مثل تعبیر و ساختار متن بابک احمدی بیرون می‌آید. او گفت علم و تحقیق حمایت و احترام می‌خواهد، پول مهم نیست. اگر دقت کنید ببینید که در این سال‌ها چقدر به اتم و این چیزها توجه شد، اما در عوض به همان میزان علوم انسانی تخریب شد. البته در دوران قبل هم همین گونه بود، در اون زمان هم آدم‌های باسواد را منزوی کرده بودند و من که دانشجوی ادبیات دانشگاه تهران بودم می‌دیدم که امثال دکتر مهدی حمیدی و دکتر زریکوب را به دانشگاه ادبیات راه نمی‌دادند و آنها مجبور بودند به دانشگاه الهیات بروند. از این جور داستان. اینم از این. عرض بکنم خدمتتون که ایران محل فضلا بود در رشته ادبیات، ما هرگز کم نداشتیم، حتی در دوره قاجار. یه نگاهی به عقب بکن، از خراسان ادیب پیشاوری، ادیب نیشابوری، اینا چه شاگردانی تربیت کردن، مثل ملک و شعرهای بهار خراسانی، مثل استاد زرینکوب و بسیارانی دیگر که از این مکاتب ادبی خراسان در همین دوره قاجار بیرون آمدن، علامه محمد قزوینی، وحید دستگردی، اقبال، استاد سعید نفیسی، استاد فروزانفر و اینها رو بخوام شماره کنم تعدادشون بسیار زیاد، استاد جلال الدین همایی، اینا از کجا آمده بودن؟ دکتر ادبیات داشتن؟ اینا فرهنگ سازان کشور ما بودند، اینا میراثداران و پاسداران زبان فارسی و این اون چیزی که ما ادبیات فارسی میگوییم بودند، اما چیز از اینا پیدا نیست. باری عرض شود که وقتی که محمد رضا شاه بازگشت از سوئیس و رضا شاه زندانی انگلیس ها شد، ایشون یک جوانی بود دموکرات و خیلی دلش بخواست راجع به ایران چیزها بداند. این است که عده‌ای از فضلا رو دعوت میکرد هفته یک بار در کاخ، تا اونجا که بنده یادم هست مرحوم علامه قزوینی یکی از آنها بود، سید نصرالله تقوی که از فضلای بزرگ بود یکی بود، مرحوم ده خدا بود و دکتر قاسم غنی بود و یکی دو تن دیگری بودن، می اومدن بعد از صرف چایی، ایشون که یک جوانی بود محمد رضا شاه می نشست و سوال ها می کرد از این استادان و اینها متناسب با تخصص خود به او جواب میدن. جواب ها رو ایشون از قزوینی می کرد و قزوینی سوال ها رو تقسیم می کرد بین اون استادان دیگر جواب بدهند به این جوان. و یک روز قزوینی فکر کنم ده خدا رو یا غنی رو صدا میکند، میگوید این جوان دارای عواطف لطیف هست و احساسات بسیار در باب ادبیات، ممکن است که چیزهای زیادی بیاموزد. و بعد یک سوالی میکند در باب ابن سینا، قزوینی حواله میدهد این سوال رو به غنی
و قاسم غنی می رود و چند مجلد از کارهای ابن سینا رو در چاپخانه بانک ملی به یک وضعیت نفیس چاپ می کند و به دربار می فرستد. دربارهای ایران پشتیبانان این فرهنگ بودند. در هر کشوری چنین بود، این اشرافیت بود که پشتیبانی می کرد. امروز که یک مش گدا، روزخان، بیعقل، اینا یه مش آدم بیعقل، این آخوندها یک مش آدم فرومایه هستن، اینا در فکر گدایی و خمس و زکات و فکر فاسد کردن زن این و دختر اون و سیغه کردن و اینا اصلا جز آدمیان به حساب نمیان در هیچ قومیتی و ملیتی. اینها شدن سردردانان مملکت. خب از ادبیات میخواد چه بشود؟ مثلا این محمود غزنوی ایرانی هم نبود، اما ببخشید 800 شاعر رو پشتیبانی میکرد. بنیاد این زبان از اون روزگار نیرومند شد. یا سلطان سنجر، یا ملک شاه سلجوقی، یا ابوبکر بن سعد. آره، برا تب از این نوع خواهان نبود، سر مدحت پادشاهان نبود. سعدی فرمود: ولیکن نوشتم به نام فلان، مگر باز گویند صاحب دلان. که سعدی که گوی بلاغت رو بود، در ایام بوبکر بن سعد بود. اینا بودن. و این پادشاهی در واقع یک مؤسسه بسیار مهمی بوده است. پادشاه یعنی برترین توانایی نیک. و همه چیز ایران به هم ریخت در طول تاریخ. مرزها جا به جا شد، حکومت ها سرنگون شدند، دین ها عوض شد. چیزی که بر جای مانده بود و مهرش در دل مردم بود، این نظام پادشاهی بود و خیلی مهم بود. متاسفانه این دو شاه آخر اصلا متوجه موضوع نشدن، مقام پادشاهی رو نفهمیدن، مطلقا و ابدا نفهمیدن، و همین دلیل هم سرنگونش کرده و گدایان آمدن به جای شاهان نشستن. بله، عرض میکنم خدمتون که امروز روزی است که قرار بازداشت دکتر مصدق صادر شده. خنده، خیلی خنده داره واقعا. بله، با اینکه دکتر مصدق از 29 مرداد 32 زندانی شده بود، در این روز 26 شهریور قرار بازداشته به از سوی یک بازپرس نظامی به اتهام ضدیت با شاه و قصد برانداختن سلطنت صادر شد. مطلقا و ابدا دکتر مصدق در اندیشه برانداختن سلطنت نبود. قرآن هم امضا کرد و به پیش شاه فرستاد که پسرم عزیز من، به این قرآن قسم، من اندیشه ای ندارم برای کار شما. باید شاهی بکنید، باید باشید، این حکومت باید باشد. موضوع قانون است، موضوع مجلس است، موضوع مردم هستن. شما پادشاه ایران هستید، خیالتون راحت باشد. خیلیش راحت نبود. به همه روز مورد تایید آسه قرار بازداشت پس از نخستین جلسه بازپرسی از دکتر مصدق که 29 روز پس از زندانی شدن انجام شد. ساده گرد به بازپرس که طبق فرم چاپی شغلش را پرسیده بود، خود را نخست وزیر منتخب و قانونی ایران معرفی کرده بود و دستگیر کنندگانش را کودتاگران و عمال اجانب خوانده بود. تا این زمان بسیاری از همکاران دکتر مصدق دستگیر زندانی شده بودند. اسنادی که بعداً انتشار یافت نشان داده است که انگلستان اصرار بر مجازات دکتر مصدق داشت که دست اون دولت را پس از 13 دهه از ایران کوتاه کرده بود. دستگیری های خودسرانه، هر چه سبیل کلفتاش می گرفتن. ببین چی میگم. یه 17 سپتامبر 1153 دولت کودتا به نخست وزیری فضل الله زاهدی که فرزند برومندش در همون پولی که از آمریکا پدرش گرفت در سوئیس اونجا زندگی میکنه، پس از اینکه احساس کرد تثبیت شده است، به فرمانداری های نظامی کشور چراغ سبز داد تا هر کس را که بخواهند بازداشت کنند. و همون روز حسن سعد، سرلشکر مهنا و سرتیپ مدبر
و دیگران به اتهام وفاداری به دکتر مصدق و هزاران تن دیگر از جمله ده ها دختر 12 تا 14 ساله و 7 ارمنی ایرانی به اتهام ضدیت با سلطنت زندانی شدند. بسیاری از این دستگیری ها خودسرانه دل بخواهی و برپایی کینه و عداوت خصوصی و به منظور تصفیه حساب های شخصی صورت می گرفت. ماموران در معابر و ماموران در معابر و اماکن عمومی و حتی در داخل اتوبوس های شهری هر جوانی را که سبیل پرپشت پرانتز استالینی داشت به اتهام کمونیست بودن می گرفتن و بعد از اون می خواستن ثابت کند که کمونیست نیست. روزنامه های باقی مونده زیر سانسور شدید قرار گرفته بودند. دستگیری های انبوه و بیحساب تهران و شهرهای چون اصفهان را که شهرت هواداری از مصدق داشت را در وحشت فرو برده بود. بله گفت من چه گویم، تلفن پشتیبانی 818-345-0607. سپاسگزاریم. با درود بر شما هموطنان گرامی، سیستم ما به هم ریخت. بنده نمیدونم تا کجای سخنان ناچیز ما رو شما شنیدید، ولی خب هر آینه گذشت داشتیم از وضعیت اون روز 26 شهریور روزگار کودتا صحبت میکردیم و بارها عرض کردم که این چاله از اونجا کنده شد. حالا بماند. اجازه بفرمایید که ما زادن منوچهر رو برای شما بخوانیم که بخشش هم خواندیم و منوچهر رو بردندش پیش فریدون. یکی پور زاد اون هنرمند ماه، یکی از بانوان حرم، چگونه سزاواره دیهیم و گاه. از چاپ بروخیم میخونم. این چاپ بروخیم عرض کنم، ما یک دانشمند آلمانی داریم به نام وولرز. وولرز آمد از تلفیق چاپ ماکان که در هند شده بود و ژول فون مول که در فرانسه شده بود ترکیبی به دست داد، در ایران تجدید نظر شد توسط استاد اقبال آشتیانی. اینا چه مردان ایران دوست بزرگی بودن، استاد مجتبی مینویی و استاد سعید نفیسی. و به نام چاپ بروخیم یکی از چاپ‌های معتبر شاهنامه است. اگر خواستید بخرید شاهنامه، چاپ بروخیم پیدا کنید که امروز دیگر به نام چاپ بروخیم نیست، از روی چاپ بروخیم هست. همون استاد اقبال و مینویی و نفیسی نامشان اینجا مبین این امر هست که این چاپ بروخیم است. خب بله، یکی پور زاد اون هنرمند ماه، چگونه سزاوار دیهیم و گاه. دیهیم یعنی تاج، گاه یعنی تخت. چه از مادر مهربان شد جدا، سبک تاختندش سوی پادشاه. بچه تازه به دنیا آمده رو به سرعت بردن پیش فریدون، شد نوش دیگه. برنده بدو گفت که تاجور، یکی شاد کن دل به ایرج نگر. نگاه کن چهرهشو ببین، تو گویی که ایرج است. جهان بخش را، اینجا کنایه از فریدون هست که پیرم شده، موها سفید شده، جهانبخش را دل پر از خنده شد، تو گفتی مگر ایرجش زنده شد. یک عاطفه بسیار نیرومندی در این ایرجش زنده شد، مثل که همیشه در فراق او میسوخت. تو گفتی مگر ایرجش زنده شد، نهادون گرانمایه را در کنار، نیایش همی کرد با کردگار.
که ای کاشکی دیده بودی مرا، که یزدان رخ او نمودی مرا. ز بس که از جهان آفرین کرد یاد، ببخشود و دیده بدو باز داد. فریدون چو روشن جهان را بدید، به چهر نو آمد سبک برگزید. همی گفت که این روز فرخنده باد، دل بدسگالان ما کنده باد. می روشن آورد و پرمایه جام، مناچهر دادش منوچهر نام. چنین گفت که از پاک مام و پدر، یکی شاخ شایسته آمد ببر. چنان پروریدش که باد و هوا، بر او برگذشتن ندیدی روا. باد و هوا هر شبت که همون باد هوا بستی باشد، این دیگه این واو عطف اینجا اضافی است گمان من. باد هوا اون چنان لطیف می پروردیدن این بچه رو که باد از اونجا عبور نکند، که بچه ناراحت نشه. بله. پرستنده‌ای کش ببرداشتی، زمین را به پی ایچ نگذاشتی. به پاگندرش مشک سارا بودی، روان بر سرش چتر دیبا بودی. هرگز اون رو زمین نمیذاشتن، تو بغل بود با چتر ابریشمین بالای سرش که محافظتش بکنن این بچه رو. چون این تا برا اومد بر این سالیان، نیامش زختر زمانی زیان. هنرها که بود پادشاه را به کار، بیاموختش نامور شهریار. هنرهای پادشاهی به او آموخت، تربیتش کرد که چگونه میتوان رهبر بود، و همه هنرهای لازم را به او آموخت. چو چشم و دل پادشاه باز شد، جهان نیز با او پرآواز شد. نیا تخت زرین و گرز گران بدو داد و پیروزه تاج سران. علامت پادشاهی یک گرز گاف سر کوتاه بود و تاج، تخت و تاج و اون گرز گاف سر رو به او تحویل داد. کلید در گنج زر و گوهر، همون تخت و طوق و کلاه و کمر. سراپرده از دیبه رنگ رنگ، بدو اندرون خیمه های پلنگ. چه اسپان تازی به زرین ستام، چه شمشیر هندی به زرین نیام. چه از جوشن و ترگ و رومی زره، گشادند مربندها را گره. کمانهای چاچی و تیر خدنگ، سپرهای چوبین و جوبین جنگ. بر این گونه آراسته گنجها، به گرد آمده بر بسی رنجها. سراسر سزای منوچهر دید، دل خیشتن زو پر از مهر دید. همه پهلوانان لشکرش را، همه نامداران کشورش را بفرمود تا پیش او آمدند. همه با دلی کینجو آمدند، به شاهی بر او آفرین خواندند. زبرجد به تاجش برافشاندند، به جشن نوآیین و روز بزرگ. شده در جهان میش همراه گرگ، سپهدار چون قارن کاویان. سپهکش چو شیروی شیر ژیان، چو گشتاس به گردنکش تیغ زن. چو سام نریمان یل انجمن، قباد و چو کشواد زرین کلاه. بسی نامداران گیتی فنا، چو شد ساخت کار لشکر همه. برآمد سر شهریار از رمه. بله. این برآمد سر شهریار از رمه،
یعنی طوری شد که سر کشید از میان سپاه، بزرگتر از همه شد، برجستگیهاش ظاهر شد. منوچه به واسطه پشتیبانی که پدر بزرگ کرد و دوستدارانش. در اینجا این استاد ادبیات نمیشته اگه شما بروید به این استادان دانشگاه حافظ رو ببرید بگید آقا یه غزل بخوان، عاجز میماند، شروع میکند به منومن کردن. یعنی استادان دانشگاه ما، دانشگاه ایران قادر به خواندن یه غزل حافظ نیستن. این داستان ادبیات شده است در مملکت. خب حالا اون دو عمو آگاه میشوند سلم و تور از اینکه منوچهری به دنیا آمده است. به سلم و به تور آمد این آگهی، که شد روشن اون تخت شاهنشهی. دل هر دو بیداد شد پر نهیب، که اختر همی رفت سوی نشیب. هر دو بیداد به کار برده، دل هر دو بیداد، چون بیداد عرض کنم که بیدادگر در واقع صفت ترکیبیشه، اینها اسمشون نمیاره، میگه هر دو بیداد. که چه شد؟ که اختر همی رفت سوی نشید. یعنی ستاره شما در حال افول هست با آمدن منوچه. دل هر دو بیداد، اینجا به غلط نوشته است دل هر دو بیدار، که خطاست. دل هر دو بیداد شد پر نهیب، که اختر همی رفت سوی نشیب. نشستند هر دو پراندیشگان، شده تیره روز جفاپیشگان. یکا یک بران را بریش، یکا یک بران را شد درست، که از اون رویشان چاره باید شد. یکایک بران رایشان شد، غلط چاپ شده، یکایک بران رایشان شد درست، که از آن رویشان چاره بایست جز. و هم موافقت کردن که یه فکری بایستی بکنیم، که سوی فریدون فرستند کس، به پوزش کجا چاره این بود و بس. گفت چاره نداریم دیگه، معذرت خواهی بکن، میگیم آقا اشتباه کردیم، غلط کرد. بجستند زن انجمن هر دوان، یکی پاک دل مرد چیر زبان. بدون مرد با رای باهوش و شرم، بگفتند با لابه بسیار گرم. در گنج خاور گشادند باز، چو دیدند هول نشیب از فراز. ز گنج کهن تاج زر خواستند، همه پشت پیلان بیاراستند. به گردونه ها بر چه مشک و عبیر، چه دیبا و دینار و خز و حریر. گردونه یعنی کالسکی گاری، در واقع گردونه چیزهای گرانبها، هدایای گرانبها بار کردن به خدمت فریدون. اباپید گردونکش و رنگ و بوی، ز خاور به ایران نهادن. پیل گردونکش یعنی پیل گردونکش، یعنی پیلی که کالسکه ها و گاری ها رو میکشید. اینها بدین وقت فرستادن. هر آن کس که بود بر در شهریار، یکایک فرستادشان یادگار. یکایک فرستادشان یادگار یعنی به تمام کسانی که میشناختن و در دربار فریدون خدمت میکردن هدایا فرستادن این دو جنایتکار. چو پردخته شان شد دل از خواسته، فرستاده آمد براراسته. بدادن نزد فریدون پیام، نخست از جهاندار بردن نام. که جاوید با آفریدون گرد، که فر کی ایزد او را سپرد. در تمام نام نگاری های شاهنامه ابتدا نام خداست که می آید. خست آفرین کرد بر کردگار، محال است غیر از این باشد. اول نام خداست و بعد کسی که نامه به اون نوشته شده است.
به اون درود میفرستن. اما درود نخستین خاص پروردگار هست. حالا چهار تا دزد بیابونگرد آدمکش داعشی 1400 اندی سال پیش آمدن به ما خداشناسی یاد بدهن، این خیلی خنده داره، مضحکه. آدمایی که هیچ فضیلتی نداشتن و هیچ فضلی رو نمیشناختن، دزدی فقط بلد بودن. الله اکبر، الله اکبر. این منحوس در این چیزیست، عبارتیست که من به عمرم شنیدم، چون همیشه موقع جنایت این به کار میره، الله اکبر. حالا نمیپرسن که آقا اصلا الله اکبر یعنی چه؟ اکبر یعنی بزرگتر، همان گونه که اصغر یعنی کوچکتر. چون این اهل مکه بت‌ها رو خدا میدونستن و این لات و عزا رو دختران خدا میدونستن. مشرک که میگوییم که این آقای کدیبر میگفت با مشرکان جنگ میکردن. آقا من کسی مشرک شد بایستی جنگ کنی باش؟ آقا بنده دلم میخواد 50 تا خدا داشته باشه، به شما چه ربطی داره؟ مشرکان اینا آمده بودن با اون نوع خداشناسیشون به ایرانیان با اون طرز تلقی متعالی و روشنفکرانه از خدا که خدمتون عرض کردن در ابتدای سخن به ما توحید یاد بدهن. باری الله اکبر یعنی خدا بزرگتر از این بت‌هاست. اکبرش مال اینه. مشرک هم معنیش همونی که عرض کردم، چون این لات و عزا رو دختران خدا و شرکای قدرت او می دانستن. مشرک هر کس مشرک شد باید سرش داستن برید. الله اکبر. 33 میلیون خدا دارن این هندی ها، بدین دست داعشی و طالبانی این 1 میلیارد نمیدونم هندو رو در یک روز سر میبرن. به خدا سوگند اگه همه خلق جهان رو دست اینها بدن همه رو سر میبرن. اینا به اونها هم میدادن میبریدن، بیشتر از این تیغشون نبرید. جلوشون ایستادن آقا ملت‌های بزرگ مثل ملت اسپانیا، مثل ملت ایران، مثل ملت هند، اینا رو متوقف کردن، این جانوران رو، زورگویان رو، دزدان رو، غارتگران. دزدی به نام خدا، یک پنجمش، یک پنجم مال دزدی مال خداست، خداش هم دزد بوده، یک پنجمش البته کمش کم بود دزد بالاخره. این حرفا هیچ جوابی نداره. این آخوند بخوندات فرار میکنن از مناظره و اینها چون هیچ جوابی ندارن. آقا در دست اینها هیچ نیست، هیچ نیست در دست اینها. به گردونها بر چه مشک و عبیر، چه دیبا و دینار و خز و حریر، ابابیل گردونکش و رنگ و بوگ ز خاور به ایران نهادن روی. هر اون کس که بود بر در شهریار، یکایک فرستادشان یادگار. چو پردخته شد دل از خواسته، فرستاده آمد بر آراسته. برادن نزد فریدون پیام، نخست از جهاندار بردن نام. که جاوید باد آفریدون گرد، که فر کیی ایزد او را سپرد. سرش سبز باد و تنش ارجمند، منش برگذشته ز چرخ بلند. پیامی گذارم ز هر دو رهی، بدین برز درگاه شاهنشهی. هر دو رهی، خودشون دو اینجا دیگه رهی گفتن یعنی غلام و نوکر، بدین برز درگاه شاهنشهی، به این دربار بلند پادشاهی. برز یعنی بلند. بدان کن تو بدخواه بیدادگر،
پر از آب دیده، پر از آب دیده ز شرم پدر پشیم پشیمان شده داغ دل پر گناه، همی سوی پوزش بجویند را از ایرا کجا چشم آنشان نبود که گفتارشان کس تواند شنود. چو گفتند کی پر خرد هر آن کس که بد کرد کیفر برد، بماند به تیمار و دل پر ز درد چو ما مانده ایم ای شاه زاد مرد. نوشته چنین بودمان از بوش، به رسم بوش اندر آمد روش. هزبر جهان سوز و نر اژدها ز دام قضا هم نیابد رها. حالا داره چرب زبونی میکند این فرستاده که آقا قضا بود و قدر بود و چنین بود چنان بود و اتفاق بود و فلان افتاد، حالا پشیمانن و اینا ببخششون. به ما بر چنین چیره شد رای و دیگر که فرمان ناپاک دیو ببرد این دل از راه کیهان خدیو. به ما بر چنین چیره شد رای او که مغز دو فرزند شد جای او. همی چشم داریم زن تاجور که بخشایش آرد به ما بر، مگر اگر چه بزرگ است ما را گناه به بیدانشی برنهد پیشگاه. و دیگر بهانه سپهر بلند که گاهی پناه است و گاهی گزند. سوم دیو کاندر جهان نوند میان بسته دارد ز بهر گزند. داره مغالطه میکنه، یه کار دیوان بود، کار شیطان بود، دست روزگار بود این اتفاق افتاد، شما ببخشید. اگر پادشاه را سر از کین ما شود پاک روشن شود دین ما. دو بیت دیگه میخونم. منوچهر را با سپاهی گران فرستد به نزدیک خواهشگران، بدان تا چو بنده به پیشش به پای بباشیم جاوید و این است را. مگر کن درختی که از کین برست به آب دو دیده توانیم شست. بپوییم تا آب و رنجش دهیم چو تازه شود تاج و گنجش دهیم. نوشتم به پدر که آقا این اشتباه شده، چنین شده، چنان شد، شما با سپاه بفرست که خیال راحت باشد و ما خدمت او بکنیم، بندگی بکنیم و وقتی به رشد کامل رسید همه پادشاهی و قدرت رو به او تحویل بدیم. ما اشتباه کردیم، حالا دارن حیله میکنن. البته اینها وقت ما هم در اینجا تمام شد. هموطنان گرامی و بزرگوار، بسیار خوشحالم که خدمت شما بودم در این چند دقیقه، نمیدونم 50 دقیقه، و سپاسگزارم که توجه فرمودید. و مجبوریم با سپاس از شما و امیر و کامران و سایر دوستان از شما خداحافظی کنیم تا برنامه دیگر. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، دور باد استبداد از هر جنس و نوع، دور باد این شر استبداد از سر مردم بزرگ ایران.